احمد مسعود تأکید به اتحاد در راه مقاومت کرد. هموطنان گرامی، درود و سلام بر شما. احمد مسعود تأکید به اتحاد در راه مقاومت کرد. خبرگزاری راسک: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در پایان مراسم یادبود از جانبختگان جنبش رستاخیز تغییر گفت که مردم افغانستان نباید به هیچ گروه اجازه دهند که با گروگانگیری مردم و مملکت باعث افزایش خشونت و دهشت شوند. مسعود این پیام را در برنامه‌ای که دوشنبه شب 14 جوزا خرداد به صورت آنلاین با اشتراک رهبران و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، هم از زنان و مردان، زیر نام هفتمین سالیاد شهادت شهدای جوزا 1396 هجری خورشیدی و شهدای رستاخیز تغییر راه اندازی شده بود، ایراد کرد. او همچنان بر ضرورت تعقیب راه و آرمان شهدای رستاخیز تأخیر و سایر شهدای راه وطن تاکید کرد و اتحاد و انسجام در راه مبارزه و مقاومت را مهم و لازمی دانستند. از اوایل ظهور جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود، این جبهه بر لزوم اتحاد و انسجام بین مقاومتگران و دیگر جبهات نظامی تاکید کرده و تلاش های نیز در این راستا نموده است. در همین حال در رابطه با شهیدان جنبش رستاخیز، محمد علم عزتیار، معاون پیشین مجلس صنایع افغانستان گفت اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور پیشین اعضای هیئت تحقیق پرونده قتل سالم عزتیار و شهدای دیگر رستاخیز را تهدید کردند تا مانع تحقیق کامل و همه‌جانبه شوند. او افزود اشرف غنی احمدزی در روزهای نخست حادثه جنبش تغییر رستاخیز گفتند که کسانی به معترضین شلیک کرده اند به میز محاکمه کشانده می شوند، اما پس از این که افراد در تیر اندازی بر معترضان دست داشته اند مشخص شد اجازه بازداشت آنان را نداده اند. در اعتراضی که پس از انفجار چهار راه زنبق برگزار شده بود، 5 تن به شمول محمد سالم عزتیار، پسر محمد انم عزتیار، معاون بیشین مجلس صنایع افغانستان جان باخته اند. قبل از آن در انفجار چهار راه زنبقی در جوزاء 1396 هجری خورشیدی در کابل رغداد 150 تن جان باخته بودند. امرالله صالح، معاون رئیس جمهور در نظام پیشین کشور، میگوید او عنوان سرپرست یا رئیس جمهوری افغانستان را از مکاتبات شخصی و رسمی خود به نیز از حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی حذف می‌کند. صالح افزود در این کس نوشته است که او پس از سقوط نظام و روی کار آمدن گروه طالبان بر اساس ماده 61 قانون اساسی کشور عنوان سرپرست ریاست جمهوری را به خود داده بود. صالح افزوده است که بر اساس این ماده ماموریت را او به عنوان سرپرست ریاست جمهوری به تاریخ اول جوزای سال خویاری خورشیدی پایان یافته است. امرالله صالح پس از سقوط نظام به ولایت پنشیر رفت و با فرار اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور پیشین کشور و وارد شدن طالبان با کابل، خود را سرپرست مقام ریاست جمهوری اعلام نمود. او اکنون میگوید اعلامیه او از اهمیت و ارزش تاریخی بزرگ برخوردار بود، ولی به دلیل نبود اتحاد و همدلی در میان جریان‌های سیاسی افغانستان از این فرصت استفاده نشد. او همزمان بر مبارزه و تلاش برای آزادسازی افغانستان از چنگال ملیشه‌های طالب و تروریست‌های همفکران آنها تأکید نموده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان.